همان برخورد قدوسیت خدا نسبت به گناهان ما می بود، یعنی رد دوستی و به عبارت یک طرد کامل و مطلق. عیسی آن طرد شدن را به خاطر خودش تحمل نکرد، بلکه تا روح خود را قربانی برای گناهان ما بسازد. این مطلب که عیسی در آن لحظه غمناک بر روی صلیب به زبان آرامی سخن گفت برایم بسیار پرمعنی است.
خود عیسی را بخشیدی تا به جای من فدا شود که او گناهان مرا متحمل شده و طردشدگی مرا بر خود گرفت و جریمه مرا پرداخت. چون من حالا توسط او به حضور تو می آیم، دیگر طرد شده، ناخواسته و دور انداخته شده نیستم. تو واقعا مرا دوست داری. من حقیقتا فرزند تو هستم و تو واقعا پدر من هستی. به خانواده تو تعلق دارم. من به بهترین خانواده دنیا تعلق دارم. آسمان خانه من است و من واقعا به آنجا متعلق هستم. خدایا از تو متشکرم. متشکرم. بعد از پایان دعا گفتم آمین، خداحافظ، دیگر باید بروم و رفتم. حدود یک ماه بعد نامه ای از آن خانم به دستم رسید. او بعد از توصیف چگونگی برخوردمان گفت میخواستم به شما بگویم آن 2 دقیقه‌ای که صرف من کردید و دعایی که کردیم زندگی مرا کاملا عوض کرد و من از آن زمان به بعد شخص دیگری شدم. وقتی نامه او را خواندم فهمیدم که در لحظه دعا چه اتفاقی برایش افتاده بود. او از طردشدگی به مقبولیت رسیده بود. خانواده خدا بهترین خانواده است. هیچ خانواده درست مانند آن نیست. حتی اگر خانواده تان به شما اهمیت ندادند، پدرتان شما را طرد کرده، مادرتان هرگز وقتی برای شما نذاشته است یا شوهرتان هیچ به شما ابراز محبت نکرده، به خاطر داشته باشید که خدا شما را می‌خواهد. شما مقبول او و مورد علاقه او هستید و شما هدف مراقبت‌ها و محبت ویژه او هستید. هر آنچه که او در جهان انجام می‌دهد به خاطر ماست. پولس رسول به قرنتیان که در حقیقت مسیحیان درجه 1 هم نبودند گفت زیرا که همه چیز برای شما است. 2 قرنتیان باب 4 آیه 15. هر کاری که خدا انجام می دهد آن را برای ما انجام می دهد. وقتی این حقیقت را درک کردید مغرور نخواهید شد، بلکه برعکس این موضوع